شهرستان سلسله از جمله شهرستان‌های لک زبان استان لرستان است که به جهت غنی بودن زبان و ادبیاتش از توانمندی‌های فوق‌العاده‌ای در زمینه شعر و شاعری برخوردار است. طبیعت جادوگر و زبان و ادبیات بشکوه لکی در کنار استعداد و توانایی‌های ذوقی مردم الشتر باعث شده است که در عرصه ادبیات مردان بزرگی رو تحویل جامعه بده. این عزیزان با استفاده از مضامین طبیعت، ولایی و شناخت‌های ملی و ارزشی اشعار بسیار فخیم و پرمغز و نغزی را از خیش به یادگار گذاشتند. که اما بزن تو دسته گلی تا مکون ریعتر بلبلی و هزار دنگ آوازم مچی چینو عروسون و نازم مچی تو آوخون کویل گرینی اینم سرول بزن سرینی. یک تورقی در ادبیات این قوم افرادی چون ملا حق علی سیاه‌پوش، ملا منوچهر کولیوند و ملاهای دیگری که در این زمینه قلم فرسایی کردند و ماندگار شدند و در صفحه ماندگار اذهان هنوز هستند به ما معرفی می نماید. ملا منوچهر کولیوند شاعر غمها و خندها و شادیها، گلها، طبیعت و امامت لرستان. ملا منوچهر شاعر شعر شمس زرینه. ملا منوچهر شاعر کلباد اساطیری ماست. ملا منوچهر مت مولای خودش رو در شعرهای زیادی به زیبایی تمام سروده. عشق پنهان خودش رو می سراید که مقصدم کیج بهارن، کیج نوروز نگارن، حیدر دلدل سوارن، حامی روژ شمار. بارها و بارها این غلامی خودشو عرضه کرده. ممت او شه مکم، گمت او خداوتی، و خمسه النبی و نس خدا جدا جداوتی. سرشت آدمش علی، ستین عالمش علی، شادی علی، خمش علی. رشد و توانمندی شاعران این دیار به گونه ایست که تغییر همه جانبه در نوع شعر آنها از گذشته تا به حال قابل احساس است. در یک تقسیم بندی که ما بخوایم در مورد ادبیات لکی انجام بدیم، این تقسیم بندی رو انجام میدیم که از گذشته تا انقلاب و از انقلاب تا به حال. از نظر محتوایی شعر قبل از انقلاب ما به عبارتی زمینی تر و خاکی تره، اما بعد از انقلاب با توجه به اینکه تغییر و ابتکار جدید در عرصه اندیشه رخ میده، این مردم اندیشمند و دارای ذوق سرشار کاری کردند شعراشون و ادبا که کلن شعر لکی و هم از نظر وزن، هم از نظر عروض، هم از نظر محتوا و مضامین دگرگون کردند، به طوری که اوزان جدید، مضامین جدید و به عبارتی شعر را آسمانی کردند. دیگر از واژه ها سیرم که هر انداز می گردم، نباشد لایق نامت که آن را با وضو گویم. هوای تازه‌ای دارم درون نبض آدینه، که با عطر خوشت آقا کنی هر لحظه جادویم. زمین آسمو دلگیر بوره، زمین آسمو دلگیر بوره، اویل دینهات پیر بوره. هزاران سال موشن یه رو مای چنه مر ابنارد دیره بوره، یه رو بوش خدا دنیا موشن، یه رو بوش خدا دنیا موشن. زمین آسمو دلگیر بوره، زمین آسمو دلگیر بوره. ای علش در شهر من سویت سلام، مردمانت در سلامت با دوام. چون بگویم من سپاسش را خدا، چون لکان را داده ملکی با صفا. غنی بودن ادبیات لکی باعث شده تا بسیاری از شاعران ارزشمند اشعاری ماندگار را به زبان لکی بسرایند و در کارنامه خود ماندگار را ثبت نمایند. بابا طاهر عریان بدون هیچ شک بر اساس مسائل علمی و یافته‌های تخصصی زبانشناسی اهل و
مال این قوم بوده است، کما این که در ابیات و اشعار بابا طاهر اوریان واژه‌هایی را می‌بینیم که در هیچ زبانی بجز زبان لکی وجود ندارد، واژه‌هایی مثل میتین، مثل بوره، مثل درک، که اینا تک واژه‌هایی هستند که در این زبان یافت می‌شود. شب تار بیاب و پر درک بی، فقط این واژه مال زبان لکی.